در تخار زنان زندانی از عدم جای مناسب و عدم رسیدگی به دوسیه هایشان نگران هستند. شماری از زنانی که بر ارتکاب جرایم گوناگون در محبس تخار به سر میبرند میگن که با اطفالشان زندانی هستند. دوسیه ما راست دیگه نشده تاره تیران و تاره پشت دوسیه هست نفر. ما را آورا نیجه انداختن که کسی پشت دوسیه از یا گشت نکنن، کسی بازخواست نکنن، اینا را میتو پرتیم قید شون از یا پشت خون و پشت قاتل و پشت اشتر خد نگردن. قاتل های ما را ایلا کدن ما را اینجا آوردن. خونه که ایک زر آدم بسیار تکلیف هست دیگه. چیزی دیگه اساس نداریم بزمستان ما هیچ چیزی نداریم. خواستیم تا در این مورد نظر ارگانهای عدلی و قضایی تخار را نیز داشته باشیم، اما با سعی و تلاش زیاد موفق نشدیم. اما سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار میگوید که ارگانهای عدلی و قضایی این ولایت تلاش دارند تا به اسرع وقت به دوسیه های زندانیان رسیدگی کنند. روی موضوعات که خواهرها امروز ادعا کردند که به پروندهشان رسیدگی صورت نمیگیره و در هر هفته چندین جلسه می داشته باشند روی همین موضوعات، امیدوار هستم که خواهرایی که ادعا کردن به زودترین فرصت و پرونده از بار رسیدگی شوه مطابق قانون. بر اساس گفته های مسئولان محلی تخار که همکنون 47 تنی از زنان در محبس تخار به سر میبرند که به ارتکاب جرایم مختلف بازداشت شدند، اما این زنان زندانی از نبود جای مناسب برای بود و باششان شکایت دارند. اما مسئولان محلی تخار میگویند که سعی و تلاش دارند تا به اسرع وقت به تمام مشکلات زنان زندانی رسیدگی شود. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.